نگاهی به تاریخ ملت کرد و ایده تشکیل کشوری مستقل. پیشینه تاریخی ملت کرد. کردها در سرزمینی به وسعت 500 هزار کیلومتر مربع ساکن هستند. در این سرزمین جمعیتی حدود 35 میلیون کرد زندگی می کند. کردها از نوادگان مادها هستند که حدود 700 سال قبل از میلاد به این سرزمین آمدند. اکثریت کردها از لحاظ دینی مسلمان و اهل سنت هستند. ملت کرد به شیوهی نامستقر در 4 کشور ترکیه، سوریه، ایران و عراق زندگی می کنند. در ترکیه حدود 18 میلیون کرد، در ایران حدود 8 میلیون، در سوریه 2 میلیون و در عراق حدود 7 میلیون کرد زندگی می کنند. با احتساب جمعیت کردهایی که در کشورهای اروپایی و غیره زندگی می کنند، حدود 35 میلیون کرد وجود دارد. در اوایل قرن 20 بیشتر مناطق کردنشین که در چارچوب خلافت عثمانی قرار داشتند نسبتاً خودمختار بودند. با شکست آلمان و متحدانش و با بسته شدن قرارداد سور در سال 1920 میلادی که تقسیم کشورهای تحت حاکمیت خلافت عثمانی را از سوی کشورهای برنده در جنگ سازماندهی شد، تشکیل کشور مستقل برای کردها پیشبینی گشت، اما فقط در مرحله بحث باقی ماند و هیچگاه به وقوع نپیوست. مختصری از وضعیت کردستان عراق. حکومت اقلیم کردستان عراق با مرکزیت اربیل منطقه خودمختار است که در بخش شمالی عراق واقع شده. این منطقه از شمال با ترکیه، از شرق با ایران و از غرب با سوریه دارای مرزهای مشترک زمینی است. بر اساس آخرین برآوردها جمعیت اقلیم کردستان عراق حدود 6 میلیون و 200 هزار نفر تخمین زده می شود. کردها که حدود 19 تا 25 درصد جمعیت کل عراق را شامل می شوند، اکثریت بافت اقلیم کردستان عراق را تشکیل دادند. بر اساس آمار غیر رسمی، ترکمنها از لحاظ جمعیتی در رده دوم قرار گرفته و پس از آنها گروه های قومی چون ایزدیها، مسیحیان، از جمله آشوریان، کلدانیها و سورانیها بخش های دیگر جمعیت کردستان عراق را تشکیل می دهند. کردها در عراق از جمله اصلی ترین اقلیت های این کشور محسوب می شوند که از دهه 20 میلادی همواره با حکومت های مرکزی روابط پرتنشی داشتند. پیشینه تلاش کردها برای استقلال. در 100 سال پس از جنگ جهانی اول، کردهای منطقه شاهد چند حادثه یا تلاش مهم تاریخی بودند، اما هیچ کدام از آنها هنوز نتوانسته در زندگی آنها و برآوردن آرزوی تاریخیشان در دستیابی به دولت مستقل تغییر ایجاد کند. نخستین تجربه کردها پس از جنگ جهانی اول جنبش مصطفی بارزانی در کردستان عراق بود که در دو نوبت در فاصله سالهای 1931 تا سال 1942 رخ داد، اما نتیجه‌ای نداشت و سرکوب شد. دومین حادثه تشکیل جمهوری مهاباد در سال 1946 در ایران بود که در جریان جنگ جهانی دوم و زیر تأثیر حضور ارتش سرخ در مناطق شمال غربی ایران به وجود آمد. این جمهوری خودمختار نیز پس از 1 سال عمر با خروج روس‌ها از شمال ایران سرکوب شد و خاتمه یافت. تجربه مهم دیگر کردهای منطقه فعالیت مسلحانه حزب کارگران کردستان در قلمرو ترکیه بود که از اوایل سالهای 1980 میلادی آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. فعالیت پرتلفات این حزب نیز هرچند تا کنون نتیجه نداده، اما نفوذ چشمگیری برای آن در میان کردهای ترکیه و حتی منطقه به ارمغان آورده است. اما تجربه‌ای که کردهای ساکن عراق از زمان سقوط صدام حسین در سال 2003 آغاز کردند، فرایند تازه‌ای را در زندگی کردهای این کشور به وجود آورده است. کردها که در همراهی با آمریکایی‌ها در سرنگونی صدام نقش داشتند، پس از پایان حاکمیت حزب بعث عراق در شمال شرق کشور برای خود حکومت منطقه‌ای ایجاد کردند.
در واقع پایه‌های اولیه شکل‌گیری حکومت منطقه‌ای در کردستان به سالهای دهه 90 میلادی و پس از اشغال کویت از سوی ارتش صدام حسین برمی‌گردد. نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا پس از آزادسازی کویت در سال 1991 در شمال عراق منطقه پرواز ممنوع اعلام کردند تا مانع از حملات ارتش صدام حسین به کردهای شمال عراق شوند. از آن زمان اداره امور این منطقه به دست کردهای ساکن منطقه افتاد. پس از سرنگونی رژیم حزب بعث عراق، کردها حکومت اقلیم کردستان در عراق را تشکیل دادند. از سال 2005 به بعد ریاست جمهوری جلال طالبانی و وزارت امور خارجه عراق هوشیار زیباری و فرمانده کل ارتش عراق ژنرال زیباری نیز توسط کردها اداره می‌گردد. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و مسعود بارزانی در صدر حزب دموکرات کردستان عراق و رهبر حکومت سرزمین کردستان است. از احزاب سیاسی کردستان که عضو پارلمان کردستان هستند میتوان از پارتی دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان، حزب سوسیالیست کردستان و حزب کمونیست کردستان نام برد. با این وجود بسیاری از کردهای مخالف حکومت مرکزی عراق میگویند که حقوق کردها تنها به صورت نوشته‌ای در قانون باقی مانده و بسیاری از بندهای آن اجرا نمی‌شود. اوضاع اقتصادی کردستان عراق. پس از سقوط صدام در جریان تدوین قانون اساسی جدید عراق، حکومت منطقه‌ای کردها در شمال شرقی این کشور در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. درآمدهای نفتی منطقه خودمختار به آنها امکان داد تا وضع اقتصادی خود را سر و سامان دهند و روابط اقتصادی گسترده‌ای با دو کشور همسایه ترکیه و ایران برقرار سازند. در چند سال گذشته وضعیت اقتصادی و امنیتی کردستان عراق بهبود یافته و این منطقه به بازاری برای کالاهای کشورهای منطقه تبدیل شده است. در ابتدا ایران بنابر منافع متقابلی که از بزرگترین شرکای تجاری حکومت اقلیم کردستان عراق بود. نوزاد هادی استاندار اربیل میگوید ایران در زمان رژیم صدام حسین برای مبارزان عراقی به خصوص ما کردها پناهگاهی بود. این باعث شد خیلی از ما در آنجا زندگی کنیم و پیوندهای تاریخی بین ما ایجاد شود و این رابطه تا به امروز ادامه دارد. اما در بازار به شدت مصرفگرای کردستان این کالاهای ساخت ترکیه هستند که بازار را اشغال کرده، نه کالاهای ایرانی. بهبود اقتصادی در کردستان عراق همچنین سبب شده است تا تعداد بسیاری از کردهای ایرانی جهت یافتن شغل و درآمد به این منطقه روی آورند و ایرانیانی که در کردستان عراق کار می کنند از کارگر ساده ساختمانی گرفته تا پیمانکار، بازرگان، سرمایه گذار، معامله گر، استاد دانشگاه، دانشجو و انواع شرکت‌های عمرانی و ساختمانی را در بر بگیرند. با وجود اینکه کردستان عراق در سال‌های 2004 تا 2014 رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت، اما در سالهای اخیر شاهد عقب‌گردهایی در این زمینه بوده که برخی از کارشناسان علت اصلی آن را نظام اداری غیر کارآمد می‌دانند. برگزاری همه‌پرسی و احتمال استقلال کردستان. پس از آنکه ارتش عراق اواسط ماه جوان سال 2014 به دنبال حملات گسترده شبه نظامیان داعش از شهر کرکوک خارج شد، نیروهای پیشمرگه حکومت اقلیم کردستان عراق کنترل این شهر نفتخیز را به دست گرفتند. بارزانی تاکید کرد پیشمرگه‌های کرد از مناطقی که اکنون تحت کنترل آنهاست خارج نخواهند شد. پیشتر بارزانی با ادعای این مسئله که کرکوک جزء منطقه کردستان عراق است گفته بود که اقلیم کردستان عراق مجبور نیست بهای سیاست‌های اشتباه بغداد را بپردازد. مسعود بارزانی رهبر منطقه کردستان عراق قویاً اشاره کرد که برای کسب استقلال رسمی از باقی عراق تلاش خواهد کرد. او در مصاحبه ای گفت وقت آن است که مردم کردستان آینده خود را تعیین کنند و تصمیم مردم هر چه باشد آن را اجرا خواهیم کرد. نچیروان ادریس بارزانی نخست وزیر اقلیم خودمختار کردستان عراق هم گفت که ممکن است همه عراق نتواند در آینده به صورت یک کشور باقی بماند. همچنین بازگشت به شرایط پیش از پیروزی‌های داعش بسیار دشوار خواهد بود. در سوم ژوئیه سال 2014 مسعود بارزانی از پارلمان این اقلیم خواست برای برگزاری همه پرسی درباره استقلال کردستان از عراق تاریخ تعیین کند. ابتدا قرار بود این همه پرسی در همین سال در میان مناقشه بین حکومت اقلیمی کردستان عراق و حکومت فدرال عراق برگزار شود.
در پی حمله داعش به شمال عراق و در نتیجه رها کردن برخی از مناطق از سوی نیروهای تحت کنترل بغداد، پیشمرگه‌های کرد کنترل این مناطق را در دست گرفتند. اینجا بود که درخواست‌ها برای استقلال کردستان قوت گرفت. در هفتم ژوئن سال 2017 مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در جلسه ای با سایر احزاب کرد برگزاری همه پرسی در تاریخ 25 سپتامبر سال 2017 را تایید کرد. با اعلام زمان برگزاری همه پرسی دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیه و سوریه با این تصمیم مخالفت کردند. مدتی بعد آمریکا نیز مخالفت خود را با این همه پرسی اعلام داشت، اما مسئولین اقلیم کردستان همچنان بر موضع خود در این زمینه پافشاری کرده و بر برگزاری رفراندوم پافشاری می کنند.